داستان با آدم و حوا آغاز شد، کسانی که به شیطان گوش فرا دادند به جای خدا. ایشان سرپیچی نموده و رابطه کامل انسان با خدا از بین رفت. ایشان اولین افرادی بودند که با گناهشان مرگ را پدید آوردند. آنها سعی نمودند که با برگ درختان شرمساری خود را مخفی کنند، اما خداوند از این پوشش خرسند نبود. خداوند به جای آن با پوست حیوان آنها را پوشانید. خداوند برای پوشش شرمساریشان به دست خود اولین حیوان را قربانی کرد. آدم و حوا دارای دو فرزند بودند، هابیل و قابیل. قابیل میوه‌هایی را که خود پرورش داده بود به خداوند تقدیم نمود، در حالی که هابیل حیوانی را تقدیم نمود، قربانی خون. خداوند قربانی هابیل را پسندید، اما قربانی قابیل را نه. چرا؟ زیرا نتیجه گناه مرگ بوده، ما را از خدا جدا نموده و باید بهای آن با خون پرداخت شود. حسادت قابیل باعث شد که او هابیل را کشته و بخش عمده‌ای از بشریت را به تاریکی سوق داد. صدها سال بعد شرارت و تاریکی بیشتر شده، پس خداوند گفت هیچ کس سزاوار زندگی نیست به جز نوح و خانواده اش. خداوند نوح را برای ساختن یک کشتی بزرگ فراخواند تا این پیغام را اعلام نماید: داوری پروردگار نزدیک است و تنها یک راه برای فرار و کسب رحمت خداوند وجود دارد: کشتی. مردم خندیدند و نوح را مسخره کردند تا اینکه باران از آسمان شروع به باریدن کرد و آب از اعماق زمین فوران نمود، در حالی که مردم آماده نبودند. طوفان همه انسان‌ها و حیوانات را هلاک نمود و دنیا به خاطر گناهانشان از بین رفت. فقط نوح، خانواده‌اش و حیواناتی که در کشتی بودند نجات پیدا کردند. سپس ابراهیم آمد، پدر ایمان. خداوند به او دستور داد که فرزندش را برداشته و برای قربانی به کوه ببرد. ابراهیم از این فرمان مضطرب شد، اما فرمانبردار خدا بود. او ایمان خود را در عمل ثابت کرد و فرزندش را به کوه موریا برد. اما زمانی که ابراهیم می‌خواست فرزندش را قربانی نماید، خداوند او را متوقف کرد و خداوند حیوانی را جایگزین فرزندش نمود. حیوانی را آماده نمود، جایگزین نمود و فرزندش را خرید. خون در مقابل خون، زندگی در مقابل زندگی. 400 سال گذشت و خداوند موسی را برای نجات مردم اسرائیل از مصر فرستاد. فرعون پادشاه مصر این را دوست نداشت، بنابراین خداوند او را با فرستادن 10 بلا مجازات نمود. در آخرین بلا خداوند فرشته مرگ را فرستاد تا نخست‌زاده پسر هر خانه را بکشد، مگر کسانی که قربانی کردن بره به آنها امر شده بود و خونان را بر سردر خانه هایشان بباشند. اگر فرشته خون را ببیند، متوجه می شود که فرزندان درون این خانه بازخرید شده اند به وسیله قربانی. یهودی یا مصری، برده یا آزاد، اگر فرمانبردار دستورات خداوند باشند، فرزندانشان نجات می یابند. اگر نه، آن شب پیشگویی های موسی به وقوع پیوست و گریه و شیونی بزرگ همه یان منازلی را فرا گرفت که رحمت خداوند را به وسیله ی قربانی رد نمودند. سپس موسی تورات را به مردم داد که در آن خداوند رسومی را برای بخشش گناهان بشر تعیین کرد. گناهکار حیوان قربانی را پیش کاهن می برد، دست خود را بر او گذاشته، به این نشانه که گناه و شرمساری او به حیوان منتقل می شود. پس حیوان قربانی شده، خونش ریخته شده و گناهانش بخشیده شد. داوود پادشاه و پیغمبران فرمانبردار تورات موسی بودند، اما در شگفت بودند. آیا حقیقتاً خون حیوان میتواند گناهان بشر را بپوشاند و یا اینکه نشانه و سمبولی برای آینده میباشد؟ داوود ظهور شخصی را پیشگویی کرد، یک پادشاه منجی از نسل داوود که با اقتدار فرمان روایی و حکم می کند، اما انسانی فروتن و خوشخلق خواهد بود. منجی بیگناه، کامل، پاک و معصوم خواهد بود.
او عذاب دیده و میمیرد و سزاوار قربانی شدن خواهد شد. او مبدل شد به عظیمترین قربانی. عیسی در آخری به دنیا آمد، زیرا هیچ کس اتاقی برای او نداشت. از دختری باکره، تولدی پاک، از خانواده سلطنتی اما فقیر، نسل پادشاه. چوپانهای فقیر و فرزانگان ثروتمند شرقی برای احترام به بچه به آنجا آمدند و شهادت دادند که به راستی او کسی بود که خداوند وعده داده بود، منجی عالم بشریت. عیسی محبت، راستی، صلح و تواضع را وضع نمود. او نجاری فروتن اما فیلسوفی عظیم بود. او ریاکارهای مذهبی را خشمگین نمود، کسانی که به تشریفات مذهبی بیشتر اهمیت داده تا به محبت پروردگار. اما او محبوب فقرا، فروتنان، توبه‌کاران و گناهکاران بود. او کر، کور، افلیج و مریضان را شفا داد. او حتی مردگان را بیدار و زنده نمود. مردی بی خانمان و استادی شگفت‌انگیز، مردی انقلابی که عاشقان خداوند را برای اهدای بهترین زندگی فرا می‌خواند. عیسی حتی خداوند را پدر صدا می‌زد و به انسان نشان داد که خداوند شما را دوست دارد. همچون یک پدر، خداوند می‌خواست که با انسان ارتباط داشته باشد مثل یک پدر، اما مشکلی وجود داشت. انسان هنوز گناهکار بود اما خداوند مقدس. گناه به وسیله آدم آغاز شد و انسان را از خدای خود جدا نمود. منجی می دانست که برای بازگشت انسان به سوی خدا چه چیزی لازم است. یوحنا درباره عیسی چنین پیشگویی کرد: نگاه کنید، او برای خداوند است، کسی که گناه بشریت را برمی دارد. عیسی منجی است، انتخاب شده، منتخبی که به پاکترین قربانی مبدل شد. هرگز مرتکب گناه نشد. مقدس، پاک، کامل و سزاوار این بود که بهای گناه‌هایمان را بپردازد. بیگناهی که در مقابل گناهان ما مبادله شد، مقدسی که برای گناهکاران مبادله شد. او این کار را برای پدرش انجام داد، برای پرداخت گناه بشریت، برای نجات آنها از بردگی شیطان و بازگرداندن آن چیزی که آدم از دست داده بود، ارتباط کامل با خداوند. عیسی مصلوب شد، اما نه به دست یهودی یا رومی، بلکه به دست خداوند پدرش. خداوند به منظور تحقق نوشته‌های پیغمبران عیسی را قربانی نمود که او به بره خداوند مبدل می شود تا گناه نوع بشر را بردارد، گناه تو و گناه من. اما او اینجا متوقف نشد. سه روز بعد عیسی منجی از مرگ رستاخیز کرد به سان عهدی برای کسانی که به او ایمان دارند، که آنها نیز دوباره برخواسته تا به حیات جاودانه دست یابند. منجی هدیه خداست برای بشر که آنها به دلیل گناهانشان نمرده و از خداوند دور نخواهند شد و با پذیرش قربانی عیسی منجی آنها می توانند به رابطه کامل خود با خدا بازگردند. اما مثل هر هدیه دیگری متعلق به شما نیست تا وقتی که آن را بپذیرید.